بوگاتی، نامی که با این اتومبیل لوکس پیوند خورده. این مجسمه‌های زیبا اما کار رامبرانت بوگاتی، برادر کوچک بوگاتی مشهور هستند. در این نمایشگاه سه طبقه که در گالری قدیمی ملی برلین برپا شده، آثار بوگاتی از قدیم تا جدید طبقه بندی شده. رامبرانت بوگاتی در سال 1884 در شهر میلان ایتالیا متولد شد. پدرش کارلو بوگاتی طراح موبل بود و برادر بزرگش اتور بوگاتی بعدها یکی از مشهورترین اتومبیل‌های جهان، یعنی بوگاتی را طراحی کرد. نام رامبرانت را داییش جیوانی سگانتینی، نقاش مشهور، از نام رامبرانت، نقاش نام‌آور هلندی انتخاب کرد. بزرگ شدن در خانواده‌ای هنرمند، بوگاتی کوچک را هم درگیر هنر کرد. 16 ساله بود که اولین نمایشگاه انفرادیش را از مجسمه‌های برنز برپا کرد. 2 سال بعد، در سال 1903، 2 تا از مجسمه‌هایش در 2 سالانه ونیز به نمایش درآمدند. هرچند در آن زمان هنرمندان زیادی حیوانات را دستمایه اثرشان قرار می‌دادند و مجسمه‌های بوگاتی چندان عجیب به نظر نمی‌رسید، اما کارهایش به قدری طبیعی بود که گویی حیوانات وحشی از قفس درآمده‌اند. در سال 1906 به بلژیک رفت و طبیعتاً بیشتر وقتش را در باغ وحش آنتورپ می‌گذراند. فیلیپ دمانت، مدیر گالری قدیمی ملی برلین، میگوید ویژگی مجسمه‌های بوگاتی نمایش فرم، حرکت و حتی عادات حیوانات به شیوه‌ای هنرمندانه و باورنکردنی بود. حیوانات بوگاتی گاه خشمگین هستند، گاه خسته و گاه زخمی. دمانت میگوید چنین برداشتی از حیوانات و بازتابان در هنر این مجسمه‌ها را متفاوت کرده. Er hat ein unglaubliches Gespür für Formen, für Bewegungen. بوگاتی هنرمندی بسیار جدی بود که تنها شکوه و یا خشم حیوانات را به نمایش نمی‌گذاشت، بلکه نشستن در گوشه‌ای دنج در باغ وحش که دنیای متفاوت از رنگ و حرکت و فرم بود، حیوانات را تماشا می‌کرد و مشاهداتش را با دقت و ظرافت به تصاویر می‌کشید. که دایمگن، سرپرست نمایشگاه، میگوید بوگاتی معمولاً 2 هفته قبل از اینکه شروع به کار کند به تماشای سوژه‌اش می‌نشست. گاهی هم با شیوه خاص خودش حیوان را وادار می‌کرد آنطور که او می‌خواهد حرکت کند. مثلا سیبی را در گوشه‌ای قرار می‌داد که فیل برای به دست آوردن آن مجبور شود بدنش را بچرخاند و کش بدهد. این گونه می‌توانست ظرافت حرکت بدن فیل را در مجسمه‌هایش به نمایش بگذارد. با آغاز جنگ جهانی دوم در سال 1914، بیمارستانی در باغ وحش آنتورپ راه اندازی شد. بوگاتی به عنوان داوطلب در آنجا مشغول به کار شد، اما کشتن حیوانات برای رفع گرسنگی مردم جنگ زده بر روحیه‌اش تأثیر بدی گذاشت. در این حال بازار هنر اروپا کساد بود و بوگاتی با مشکل مالی روبرو شد. سرانجام در 8 ژانویه سال 1916 در 31 سالگی خودش را با گاز خفه کرد. با محبوب شدن اتومبیل بوگاتی و شهرت جهانی برادر بزرگتر، رامبرانت جوان و مجسمه‌هایش به دست فراموشی سپرده شد. هرچند امروز با تلاش عده‌ای از هنردوستان، برخی از آثارش چندین میلیون دلار به فروش می‌روند. بوگاتی hat diese Sammlergemeinde weltweit. تعدادی از کلکسیونرها مبلغ بسیار زیادی برای مجسمه‌های بوگاتی می‌پردازند، اما شهرت او در همین دایره محدود مانده. سازمان دهندگان نمایشگاه مجسمه‌های بوگاتی در برلین امیدوارند بتوانند نام این هنرمند را زنده نگه دارند. نمایشگاه مجسمه‌های بوگاتی تا 4 ماه دیگر در برلین برپا خواهد بود. سارا دهخان، صدای آمریکا.